بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای آگاهی، آزادی و برابری، و با عرض سلام و احترام خدمت بینندگان محترم، برادران و خواهران در داخل و خارج از کشور، آنچه در تاریخ ملت‌ها به عنوان یک عنصر جاودانه و مایه افتخار و معیار رشد و تکامل و بالندگی آنان شناخته می شود، شخصیت فرهنگی و معنوی آنان است. اگر ملت شخصیت و هویت فرهنگی خود را از دست می دهد، عنصر پوگ و پوج به حساب می آید که در میان خانواده بزرگ بشری هیچ گونه جایگاه و موقعیتی نداشته و به صورت یک عضو بی خاصیت و بی اثر نشان داده خواهد شد. ملتی می تواند در قافله بزرگ تمدن بشری نقش آفرین و عضو مؤثر و نافع باشد که از شخصیت والای فرهنگی هنری برخوردار باشد و در تعامل اجتماعی فیما بین ملت ها و تمدن ها از تجربیات و رهیافتی های جدید آن بهرمند باشد. بدون شک اگر ملت شخصیت و هویت فرهنگیشان در جامعه تثبیت شود، حقوق سیاسی و اجتماعی آنان نیز حتما تثبیت خواهد شد. در جامعه افغانستان عموما و در میان مردم هزاره و شیعه این سرزمین خصوصا، به خاطر عقب ماندگی های فرهنگی و اقتصادی و به جهت جنگ های خانمانسوز و ویرانگر و اختلافات کشنده قومی، حزبی و سیاسی که به طور مداوم در طول تاریخ این کشور فرصت تفکر و تعقل و اندیشیدن را از همه سلب کرده است. سردمداران و بزرگان ما در گذشته ها نه تنها زمینه های تعلیم و تربیه اولاد وطن، رشد فرهنگی و انتشار آثار هنرمندان، بهبود کمی و کیفی مکاتب و ایجاد مراکز علمی و آموزشی قدم بر نداشته، بلکه در خیلی از موارد زمینه ها را از بین برده اند. متاسفانه مردم ما در عصر کامپیوتر و اینترنت آنگونه‌اند که در فهم درست اخبار رادیو مشکل دارند. پس از دوره حکومت انتقالی و پیروزی انتخابات 1383 تا هنوز 90% مردم افغانستان از وسایل ارتباطی و رسانه‌های خبری و تبلیغاتی محروم بوده و این عامل عمده برای پایین بودن سطح آگاهی مردم است. گرچه استعدادهای خلاق و عناصر هوشمند و فرهیخته همکنون از میان نسل جوان آگاه و پرشور ما ظهور نموده‌اند تا آغاز این گام ها را در این زمینه بردارند. خوشبختانه ما در زمان زندگی میکنیم که وسایل مدرن ساینسی امروزی زمینه های سهولت و آسانی را برای آگاهی مردم از اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سرتاسر دنیا و زودترین فرصت فراهم ساخته است و به خاطر این هم دنیا به طرف یک دهکده کوچک شدن است. ما به خوبی با استفاده از این وسایل آثار ادبی و شاهکاری های هنرمندان ما را در قالب فیلم جا داده و آن را ماندگارتر ساخته و می توانیم برای نسل نوین ما پیشکش نماییم. چیزی که متاسفانه ما مردم از گذشته تاریک و تلخ خود هیچ چیزی دیدنی و یا شنیدنی در قالب فیلم، نوار، از علمای خود، از هنرمندان خود و از تاریخ خونین و یا رشادت های فرزندان دلیر ما در عرصه های مختلف جهات تا بازسازی نداریم. با در نظر داشت مطالب متذکره، به خاطر تشویق و اظهار فراوان دوستان ما در داخل و خارج از کشور، بر آن شده ایم تا برنامه های فرهنگی و هنری و سیاسی مجموعه فرهنگی و نوری پاتو یکی از دهات‌های دورافتاده ولسوالی جاغوری را گلچین نموده و به خدمت علاقمندان تقدیم بداریم. این مجمع فرهنگی و کتابخانه توسط جوانان کارگر، آگاه و دردمند پاتو تأسیس و به فعالیت آغاز نموده است. پاتو منطقه زیبای است میان چنبره کوههای سر به فلک کشیده در 35 کیلومتری مرکز سنگ ماشه واقع در جنوب غرب جاغوری. پاتو با 12000 کیلومتر مربع مساحت تعداد بیش از 13000 نفوس را در خود جای داده است. اینک مردم پرتلاش و سخت کش آن پس از دوره محرومیت و دربدری به همت جوانان و کارگران مهاجر و معلمین و دلسوزان این جامعه گام های را به طرف آگاهی و آبادی و سربلندی بر می دارند که در این فیلم شما از معارف فرهنگ، دوستی و هنر پروری بیشتر این مردم آگاه خواهید شد. از آنجایی که در جامعه ما وسایل ارتباطی و رسانه‌های تبلیغاتی و خبری فعالیت ندارد،
برگزاری برنامه های علمی، فرهنگی و هنری یگانه راهی است که می تواند مردم ما را از اوضاع اجتماعی و فرهنگی آگاه ساخته و به سمت سوی یک جامعه ایدئال اسلامی تحرک دهد. جلسه نهمین سالروز شهادت قهرمان بزرگ ملی شهید باب مزاری و یاران با وفای شهید ابوذر قهرمان شهید اخلاصی یکی از جلسات بود که در آن ضمن تبیین مقام تفکر و اندیشه ناب رهبر شهید محسنین ارجمند ما از اوضاع سیاسی جاری در کشور مردم را آگاه ساخته و در رابطه با انتخابات سال جاری تشویق و ترغیب نمودند. خالق اگه عمر و تنهای خوب بود جنگ غیر خالق اگه عمر و تنهای خوب بود جنگ غیر امروز جوانای ما همه خالق دورانه و مخ بگیری جان ساری شهیدانه امروز جوانای ما همه خالق دورانه و مخ بگیری جان ساری شهیدانه علی مانده نباشی علی مانده نباشی آقای مانده نباشی بیرار مانده نباشی آقای دعا کو که شیرین از یاد تو نروا آقای دعا کو که شیرین از یاد تو نروا اگر تو هم شیرین شوی دشمن متامانه و مغ بگیری جان نتاری شهیدانه و مغ بگیری جان نتاری شهیدانه آقای مانده نباشی علی مانده نباشی علی مانده نباشی بیرار مانده نباشی بیگام و گکی دستی خالی جنگ دو سخته بیگام و گکی دستی خالی جنگ دو سخته ایمو بشکه مرد دو قد بخشی یا سونه و مغ بگیری جان نتاری شهیدانه ایمو بشکه مرد دو قد بخشی یا سونه و مغ بگیری جان نتاری شهیدان آقای مانده نباشی علی مانده نباشی علی مانده نباشی بیرار مانده نباشی بیرار مانده نباشی ایمو بشکه مرد دو قد بخشی و مغ بگیری جان نتاری شهیدان آقای مانده نباشی علی مانده نباشی علی مانده نباشی بیرار مانده نباشی بیرار مانده نباشی هر کجا کی دست قومی در رسی دا هر کجا کی دست قومی در رسی شد سبز و آبادی اگه کوه بیابانه و مغ بگیری جان نثاری شهیدانه پیشی کی را دی دل کنی دردای قومانه و گونی دا خون خفته و شاری بیرانه آقای مانده نباشی علی مانده نباشی علی مانده نباشی بیرار مانده نباشی بیرار مانده نباشی بیرار مانده